سلام به کانال آلا کروچت، خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که این مدل زیگزاگیه خیلی قشنگ رو بهتون آموزش بدم. این مدل مناسب ران رومیزی، برای کوسن، برای نشال مبل و حتی رو تختی هم مناسبه. برای اینکه بخواین این مدل رو تو ابعاد بزرگتر ببافین، حتما ویدیو رو تا انتها ببینین. من انتهای ویدیو ابعاد بزرگ بافت این مدل رو توضیح دادم. بریم که آموزشش رو ببینیم. برای بافت این مدل من از یه قلاب 2 میلیمتر استفاده کردم با نخ مرسریزه. یه گره میزنم به همراه 84 تا زنجیر. بافت این مدل با نخهای نازک و ظریف خیلی قشنگ تر در میاد، مخصوصا اگه بخواین این مدل رو برای ران رومیزی ببافین. ران رومیزی ها معمولا مدل های باریک و بلندی هستن و اگه با نخ نازکی هم بافته بشن زیباییشون دوچندان میشه. 84 تا زنجیر رو زدم من. شروع میکنیم به بافت رج اول. من تو زنجیر چهارم یک پای بلند میبافم، 3 تا زنجیر رو نمیبافیم و تو زنجیر چهارم یک پای بلند میبافیم و البته تو زنجیرهای پشتی ببافین، قسمت لپ پشتی زنجیرها بافت رو شروع کنید. یک پای بلند میبافم. خب اینجا ما 2 تا زنجیر رو جا میندازیم و تو زنجیر سوم شروع به بافت میکنیم. تمام رج اول رو اینجوری ببافیم، یعنی 2 تا زنجیر رو جا میندازین و تو زنجیر سوم میبافین. یک پای بلند میبافم، 1 زنجیر میزنم و دوباره تو همون پایه 1 پای بلند میزنم. دوباره 2 تا زنجیر رو رد میکنیم و تو زنجیر سوم همین کار رو تکرار میکنیم. 1 پای بلند، 1 زنجیر، 1 پای بلند. همشون رو تو 1 پایه میبافیم. این کار رو 3 بار تکرار میکنیم. پایه قبلی که بافتیم، این پایه که داریم میبافیم و پایه بعدی، جمعاً 3 تا پایه. سومین پایه رو هم میبافیم، 2 تا زنجیر رو رد میکنیم و برای بافت پایه چهارم 1 پایه بلند میزنیم، 1 زنجیر. 3 بار دیگه این کار تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند دیگه میزنیم و بین هر پایه بلند 1 زنجیر اضافه میکنیم. این قسمت، قسمت هشتی بافتمون رو شکل میده. جمعاً 4 تا پایه بلندن که بین هر پایه 1 زنجیر قرار میگیره. 4 تا پایه بلند، 3 تا زنجیر. خب 2 تا پایه رد میکنیم و تو پایه سوم همون کار قبل از افزایشی رو انجام میدیم. 1 پایه بلند، 1 زنجیر، 1 پایه بلند. این کار رو هم 3 بار تکرار میکنیم تا برسیم به قسمت هفتی بافتمون.
بعد از بافت سومین پایه میریم برای قسمت هشتی بافتمون. دو تا پایه رد میکنیم. تو پایه سوم یک پایه بلند رو نصفه میبافیم، کاملش نمیکنیم و بعد دوباره دو تا پایه رو رد میکنم و تو پایه سوم یک پایه بلند نصفه میبافم. و بعد دوباره این سه تا حلقه ای که رو قلاب میبینید رو یکی میکنم و اینجوری قسمت هفتی بافتمون شکل میگیره. دو تا پایه رد میکنم، تو پایه سوم یک پایه بلند، یک زنجیر، یک پایه بلند رو سه بار تکرار میکنم تا دوباره برسیم به قسمت هشتی بافتمون و بعد دوباره این سه بار رو تکرار بکنیم این برای قسمت هشتی تا انتهای رج. این کار رو تکرار کنید. برای انتهای رد ما دوباره دو تا پایه رد میکنیم و تو پایه سوم یک پایه بلند نصف میبافیم.
خب اینجا ما فقط یک پایه رو رد میکنیم و تو پایه سوم دوباره یک پایه بلند نصفه میبافیم و دو تا پایه ها رو با هم یکی میکنیم. و اینم از رج اولمون. میبینید که قسمت های هفشتیمون چجوری شکل گرفتن. میریم برای رج دوم. برای با دو زنجیر شروع به بافت میکنیم، کار رو برمیگردونیم و تو اولین زنجیری که بین دو تا پای بلنده یک پای بلند میزنم. تو زنجیری بعدی قسمت فضای زنجیری که بین دو تا پای بلنده یک پای بلند، یک زنجیر، یک پای بلند رو مثل رج قبل تکرار میکنم. دوباره توی رج این کار رو 3 بار تکرار کنید و تو رجای بعدی از رج دوم تا هر چقدر که میخواین این بافت رو ادامه بدین. ما فقط قسمت فضای زنجیره ای بافتمون رو ادامه میدیم و تو پایه ها اصلا نمیبافیم. سوای پایه را که بافتیم تو پایه چهارم 4 تا پایه بلند میزنیم و بین هر پایه بلند یک زنجیر، یک پایه بلند، یک زنجیر، یک پایه بلند، یک زنجیر، یک پایه بلند، یک زنجیر و آخرین پای بلند. قسمت هشتی بافتمون دقیقا همین کار رو تکرار میکنیم مثل کاری که تو رج اول انجام دادیم. دوباره 3 تا پایه‌ای که باید بزنیم رو میزنیم بین فضای زنجیره‌ای. 3 بار که تموم شد میریم برای قسمت بافت قسمت هفتی کارمون که اینجا یه مقدار متفاوت تر از رج اوله. برای بافت قسمت هشتی بافت تو رج دوم ما اولین پایی که میبینیم رو یک پایه بلند نصفه میبافیم. این قسمت کاهشی که رج قبل داشتیم رو رد میکنیم و تو پایه بعدش یک پایه بلند نصفه میبافیم. فقط تو قسمت زنجیرها ببافیم و این دو تا پایه رو با هم یکی میکنیم. 3 تا حلقه با هم یکی میشه و این قسمت هفتی بافتمون. این بافت خیلی ساده است. همینجور ادامه بدیم. قسمت اولی که بافتیم رو برای قسمت های دیگه ادامه بدیم. چه قسمت افزایشی، چه قسمت کاهشیش که شامل قسمت هفتی و هشتی بافت میشه، همشون یک شکل بافته میشن و تکرار همین رج دومن. همین کار تا انتهای رج ادامه بدیم. Thank you.
انتهای رج ما آخرین پایه رو هم میبافیم که شامل یک پای بلند، یک زنجیر، یک پای بلنده. تو پای بعدی یک پای بلند نصفه میبافیم. و بعد تو پایه بعدش نگاه کنین قسمت پایه‌ای که رج قبل زدیم، پای بلنده، تو همون پایه یک پای بلند نصفه میبافیم و بعد هر دوتا رو با هم یکی میکنیم. رج بعد رو هم همینجور مثل رج دوم ادامه میدیم، با دوتا زنجیر شروع میکنیم و تو اولین فضای زنجیره یک پای بلند میبافیم و تا انتهای رج این کار رو ادامه میدیم. اگه بخواین تو بافتتون رنگ عوض کنین و با چند رنگ ببافین، آخرین پایه کاهشی رو، بعد که آخرین پایه رو نصف بافتین، برای اینکه بخواین این دوتا پایه رو با هم یکی کنید، نخ بعدی رو اضافه میکنید. اضافه کردین، دوتا زنجیر میزنین و تو کارو برمیگردین و تو اولین پایه‌ای که میبینید، فضای بین دوتا پایه ها، یک پای بلند میزنید و تکرار رج دوم. بافت زیگزاگی زیباییش به اینه که با چند رنگ بافته بشه و شما میتونید از این تکنیک که من الان بهتون یاد دادم استفاده کنید و چند رنگ برای بافت این مدل استفاده کنید. برای بافت این مدل زیگزاگی در ابعاد بزرگتر، شما باید بیاین محاسبه کنید برای هر قسمت از قسمت هفتی یا هشتی چند تا زنجیر استفاده شده. مثلا نگاه کنید اینجا، اینه که در نظر نمیگیریم این ستاره که اینجا زدیم، بیاین از این قسمت حساب کنید. اوکی، این دوتا زنجیری که نبافتیم، این یکی 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 9 تا، 10 تا، 11 تا، 12 تا، 13، 14 و 15. برای بافت این قسمت هفتی ما 15 تا زنجیر استفاده کردیم. حالا شما که میخواین در ابعاد بزرگتر این رو ببافین، حتما باید قبلش یک نمونه ببافین که بهتر توضیحات رو متوجه بشین. میان یه نمونه میبافین و متراژ میگیرین که برای مثلا 70 یا 80 سانتی متر و توی نوزاد باید چند تا زنجیر زد. مثلا نگاه کنین 15 تا این زنجیر، 15 تا این قسمت، 30 تا، 15 تا این قسمت، 45 تا و اینجور محاسبه کنید. اول زنجیرها رو بشمارین، بعد یه نمونه کوچیک ببافین و بعد بخواید در ابعاد بزرگتر ببافین 80 سانت 70 سانت زنجیر میزنید و تقسیم بندی کنید که برای هر هفت هشتی چه مقدار زنجیر نیازه، که اونجا باید زنجیر اضافه کنید یا زنجیر کم کنید.